با قدرت ملوحی بالا ناگهان بر روی هدف ظاهر می شوند. دشمن را غافلگیر و با دقت هدف را نابود می کنند. این قدرت جدید و تعیین کننده هوایی ایران برای دفاعی همه جانبه است که در رزمایش بزرگ الابیت‌های مقدس یک به نمایش گذاشته شد. این بار پهپادهای تهاجمی و بمب‌افکن نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی بی‌نظیر در دنیا بر فراز آب‌های نیلگون خلیج فارس بال گشودند تا قدرت بازدارندگی ایران را به رخ آنهایی بکشند که مدعی داشتن تکنولوژی‌های پیشرفته‌اند. هواپیماهای بدون سرنشین RQ-170 و MQ-1 ایرانی شده و دیگر پهپادهای تهاجمی ایران از پایگاه‌های هوایی خوزستان، فارس، بوشهر و هرمزگان با طی کردن حدود 1200 کیلومتر همزمان به جزیره فاروی کوچک رسیدند و اهداف خود را با دقت بالا منهدم کردند. به کارگیری 50 فروند هواپیما در یک منطقه فشرده 10 کیلومتر در 10 کیلومتر هماهنگی اینها، تنظیم اینها، اون هم برنامه‌ای از پیش تعیین شده، خب کار سختی بود. توانی برگرفته از قدرت ایمان و تخصص جوانان ایرانی. تمام فناوری‌های مربوط به توسعه این پهپادها در درون مرکز تحقیقات و سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه ما صورت گرفته. تمام گلوگاه‌های تکنولوژی که توسعه این پهپادها کاملاً پشت سر گذاشته شده و امروز بچه‌های ما در نیروی هوافضا در خطوط مقدم فناوری‌های نوین پهپادها دارند کار می‌کنند. سپاهی از پهپادهای پیشرفته و نیروهای متخصص که دفاع از هویت و تمامیت ارضی ایران را یکی از خطوط اصلی دفاعی و امنیتی کشور می‌دانند. ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هیچ کشوری را تهدید نمی‌کنند و از هیچ جنگی هم استقبال نمی‌کنند، اما در برابر هر متجاوزی و هر تهدیدی کاملا آمادگی دارند و امیدواریم که فهم این مسئله برای متجاوزین با آزمون عملی و پرداخت هزینه‌های سنگین حاصل نشود. حالا با برگزاری رزمایش بزرگ الابیت المقدس در منطقه عمومی خلیج فارس، ایران دارنده بزرگترین ناوگان پهپاد بمب‌افکن تهاجمی در منطقه است. این تنها گوشه‌ای از اقتدار نیروهای مسلح کشور است که خواب را از چشمان دشمنان این مرز و بوم ربوده است. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره قشم.